به نظر شما آیا ارتش اوکراین قدرت جلوگیری و متوقف کردن پیشروی روسیه رو خواهد داشت؟ درود خدمت شما بینندگانتون. خیر، ارتش اوکراین همین الان هلیکوپترهای روسیه، من ویدیوشو دیدم، هلیکوپترهای کام 52، کام میل 24 روسیه 20 کیلومتری کیف رسیدن و دارن نزدیک کیف پرواز میکنن. من فکر میکنم تا 48 ساعت دیگه کیف سقوط میکنه این، و تنها جایی که ممکنه ارتش روسیه کمی دچار مشکل بشه نزدیک مرز لهستان تو کوهستانیه که اونجا هست به خاطر منطقه کوهستانیش. در کل ارتش اوکراین علاقه ای هم به جنگیدن نداره، نه تنها علاقه ای نداره، ولی میشه گفت یه بخشی از مردم اوکراین، بخش بزرگی از مردم اوکراین خیلی هم استقبال میکنن از اومدن ارتش روسیه، به خاطر اینکه ما داریم در مورد کشوری صحبت میکنیم که بالاترین نرخ فساد رو در اروپا داره، فقیرترین کشور اروپاست، در حالی که همین کشور در دهه 90 دومین ارتش بزرگ اروپا رو داشت، سومین قدرت هسته‌ای جهان بود. الان اونا کجاست؟ این یک سواله. دومین ارتش بزرگ اروپا کجاست؟ واقعیت اینه که توی اوکراین به خاطر فساد گسترده‌ای که بود، تمام ارتش، حتی اینا بمب‌افکنای استراتژیک قاره پیما داشت نیروی هوایی اوکراین، همه رو فروختن، همه رو نابود کردن، تمام صنعت اوکراین نابود شده، همه بعضی از شهرها اصلا خالی از سکنه شدن به خاطر اینکه کارخونه‌هایی که بوده رو همه رو فروختن، همه رو نابود کردن، مردم مجبور مهاجرت شدن. یه بخشی از مردم اوکراین واقعا ناراضین و برعکس از اومدن ارتش روسیه استقبال هم میکنن، ولی خب یه بخش ملی‌گرایان هستن که میجنگن. ساختار قومیتی اوکراین طوریه که یه بخش بزرگی از مردم خانواده‌هاشون اصلا توی روسیه هستن، یعنی به قول معروف روسیه رو کشور غریبه نمیدونن. اینا اصلا یک کشور بودن، یک ملت بودن تا همین 30 سال پیش و پدر مادرشون یا پدرشون اوکراینیه یا خاله عموی تو روسیه دارن یا برعکس. متاسفانه ارتش اوکراین اصلا ارتشی وجود نداشت توی اوکراین تا همین قبل اینکه مسئله کریمه پیش بیاد. بعد مسئله کریمه اومدن یه چیزای بازسازی کردن، ولی حقیقتشو بخواین تمام ارتش اوکراین فروپاشی شد، یعنی از بعد سال دهه 90 هر چی بود و نبود و تانک اون زمان مجهز به مدرن‌ترین تانک‌ها و هواپیماها بودن، همه رو فروختن الیگارشای اوکراینی و اصلا ارتشی وجود دیگه نداره. این ارتشی هم که از نیروهای مردمی و از اون افسرهای قدیمی رو آوردن و تونستن مجهز بکنن، ولی به نظر من ما داریم در مورد ارتش روسیه که دومین ارتش بزرگ جهان صحبت میکنیم، ما در مورد یک کشور کوچک صحبت نمیکنیم. همین الان نیروهای روسیه و نزدیکی کیف هلیکوپتراشون دارن پرواز میکنن. من چیزی که خوندم از کریم به سمت بالا 60 کیلومتر پیشروی کردن، از سمت بلاروس به سمت کیف خیلی فاصله کمیه، شاید فاصله در حد مثلا یک ساعت یا دو ساعت باشه. برای همین من پیش بینی نمی کنم که دفاع جدی از طریق ارتش اوکراین صورت بگیره، چون اولا یه بخش بزرگی از مردم اوکراین اصلا علاقه ای به جنگیدن ندارن، دوما تجهیزاتشو ندارن، سوما ما داریم در مورد ارتش روسیه دومین ارتش بزرگ جهان صحبت میکنیم.